قصه 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 نون و پنیر و پسته. یه خانم قصه گو با یه کتاب نشسته. قصه امروز ما اسمش هست من منصرف نمیشم. امروز توی کلاس شنا خانم معلم به همه گفت بچه ها بیاین صورتتون رو بذارین توی آب و فوت کنین تا حباب در بیاد. همه صورتشون رو کردن تو آب و فوت کردن و حباب از توی آب در اومد. اما من گفتم آخه آب خیلی سرده، یه بویی هم میده. خانم معلم گفت این بوی کلوره، نترس. بعد اومدم تو آب و به هم گفت ببین من چجوری فوت میکنم و حباب درست میشه، حالا تو امتحان کن. منم سعی کردم فوت کنم اما نمیدونم چرا آب رفت تو دماغم. بعدم جیغ زدم و گفتم کمک کمک. وقتی رسیدم خونه به مامانم گفتم من دیگه استخر نمیرم، اصلا نمیخوام شنا یاد بگیرم. بعد مامانم گفت آخه همیشه روز اول سخته ولی بعد آسونتر میشه چون یاد میگیری. داداشم گفت نترس یاد میگیری، منم بلد نبودم، به جاش تابستون خیلی خوش میگذره. آخه اگه یاد نگیری که تابستون نمیتونی شنا کنی، تابستونا شنا خیلی میچسبه. من پیش خودم فکر کردم راست میگه ها، پس من فعلا منصرف نمیشم. دفعه بعد تو کلاس به همون یاد میدادن که چجوری پا بزنی. منم خیلی تلاش کردم ولی نمیدونم چرا همش میرفتم پایین. بعد خانم معلم به هم کمک کرد که دیوار رو بگیرم. بعدم به هم نشون داد که چجوری باید پامو مثل قیچی تکون بدم و شلب شلوب کنم. منم یاد گرفتم و پامو همش مثل قیچی تکون میدادم و شلب شلوب میکردم. وقتی رسیدم خونه داداشم خندید و گفت بگو ببینم هنوزم میخوای منصرف شی از شنا یاد گرفتن؟ من گفتم نه هیچم منصرف نمیشم. دفعه بعد خانم معلم گفت امروز میخوایم پامونو به دیوار فشار بدیم و سر بخوریم رو آب. ولی من نگران بودم، گفتم اگه غرق بشم چی؟ بعد خانم معلم بهم گفت نترس من اینجا حواسم هست. من که دوست داشتم حتما تابستون شنا کنم و بهم خوش بگذره گفتم بذار امتحان کنم. یه نفس عمیق کشیدم و پامو فشار دادم و روی آب دراز کشیدم. بعدم وایستادم و گفتم هورا منم تونستم. خانم معلمم خوشحال شد و گفت خیلی عالی بود. وقتی اومدم خونه به داداشم گفتم میدونی چیه؟ منم تابستون مثل بقیه شنا میکنم. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.